دروازه هست، امیر حسین یوسفی، ابوالقاسم دهنوی، پیروز قربانی، فرزاد آشوبی، فرزاد حسین خانی، مهدی رجب‌زاده، مجتبی انصافی، ادرلوسیانو ادینهو، میلاد فخرالدین برای مثل کرمان به بیرون میره. مجتبی انصافی میره که توپو پرتاب کنه. مدافع بلند قامت تیم مثل کرمان برای ادینهو. یه جریمه. حالا این کار رو انجام میده، ارسال میکنه، برمیگردونن مدافعین مس. امیر حسین یوسفی یه ضد حمله میکنه، این بار رجب زاده میاد و توپش رو میگیره. امیر حسین یوسفی، سامره به دنبال توپ و توپی که در نهایت به مجتبی انصافی میرسه، مدافع تیم مثل کرمان که سابقه حضور در استقلال تهران رو هم داره. مجتبی انصافی به دنبال توپ، مهدی رجب زاده یه ضد حمله خوب میتونه شکل بگیره، از سلمان فرج عبور میکنه. ادینهو حالا یه توپ میفرستن جایی که احمد الفریدی هست، در مقابلش فرزاد حسین خانی توپش رو میفرسته، برخورد میکنه به مجتبی انصافی، باز هم فریدی درگیر هست، این بار با مجتبی انصافی. انصافی و موفق هست این مدافع امس در بازی با واحد لشی. محاوله الان الدوسري تلقى من جديد، الان محاوله قائمه للهلال وتخلص هذه من امامه، تخلص الكره الماضيه تاخر في الدوسري سنة على ما يقولون اخواننا. لا, لا 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 انت لو شوي تاخرت سنة على ما يقولون اخواننا. لا, لا 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 ما كان فيه شيء. عموما من جديد الان المحاوله، علي سامرا لعمر خطير، تسديده بريدي. اذا في الشوط الاول لن ينجح الهلال بالتعديل. ولحظه ميلاد فخرالدين اشتباه كرد، فرصت برای الدوسري ولی توپ از پاش جدا شد. احمد الفریدی بود که توپ از پاش جدا شد، مدافعین مس پوشش دادن. فرزاد حسین خانی، آشوبی رو به عقب، عباس محمدی نمیتونه از دست استفاده کنه. رجع محوطه جریمه مس، رو به عقب برای انصافی، انصافی توپو دور میکنه، میزنه. آشوبی پشت محوطه جریمه مس، رو به عقب برای انصافی، انصافی توپو دور میکنه. پیروز قربانی به پای مدافع اعلام خطا شده روش، اما داور یوسفی رو به عقب با مشتبه انصافی، او هم توپو به عباس محمدی میده، باید توپو بزنه. عباس چرا اینقدر عقب عقب میده؟ میزنه انصافی، مشتبه انصافی، خطا خطا، داور باید کارت زرد هم بده. احمد الفریدی بله کارت قرمز داد، اصلا احمد الفریدی باید از زمین بیرون بره. حالا اگه ببینید اینجا انصافی اصلا هیچ خطایی رو مرتکب نشد، توپو گذاشت زد. ببینید بله داور در دو قدمیش بود و خب حالا یه مقدار شد کار محبت جریمه میشه، باید ضربه رو بزنن و گل. گل خودش از کرمان به همراه برد. حدود 47 عنوان قهرمانی داره این تیم و اینجا شکست نهایت خوشحالیه. این همه لن ينجح الهلال بالتعديل الاماراتي الذي يحرز اول الاهداف في هذا اللقاء للاعب فيصل خليل. فيصل خليل هذا ملعوبه في وسط الملعب، ماذا يعني سوف يتحدثون الاخوان في المجلس عن هذه المباراه، يعني لاعبين الوسط واللاعب المميز بالمنتخب المصري والذي قدم من بعض المدافعين لهذه الكره، لكن التغطيه حاضره دائما الكرات العاليه. المدرب واذن حتى المدرب يعني في هذه الليلة أيضا المباريات اللي كانت متواجدة حتى على قناة الدوري والكاس بختاكور والعين، لكن هذه الهجمة الممتازة دور أحمد خليل كلاعب نشط كلاعب صغير في السن له مستقبل باهر. هذا اللاعب طول يعني فارع لهذا اللاعب، لكنه كان سليم لمصلحة فريق مسكرمان الإيراني. العرضية التي كانت حاضرة لكن يوسف جاء أكد أن هذا التطور جاء بتعاون وانسجام اللاعبين واحساسهم بالمسؤوليه، واثبتوا يعني ان لديهم امكانيات بدنيه وفنيه عاليه في هذا اللقاء
التي يتقدمون إلى حتى الآن بهدف لمصلحة فريق الأهلي الإماراتي. كرة الآن الملعوبة لمصلحة مسكرمان الإيراني. بعض من الكرات القصيرة والمتواجدة في فريق مسكرمان الإيراني. ملعوب الكرة، هدف التعادل. وانسجام اللاعبين وإحساسهم بالمسؤولية. الإيراني بعض الضغط المتواصل، يعني لاعب أجنبي ممكن الاستفادة منه، هو لا توجد له وقت. خبث الكروي يجب أن يكون متواجد مع نهاية ابتسابة. أعتقد أنها ست بصة غريبة شوية، قلت له عقدتهم ولا لا؟ قال لي يعني قلت له خصمت منهم فلوس. خرج اللاعب الكندي يوسف إرسين. قال لي خلي بالك من رقم 22 ده، لعيب كبير قوي قوي ولعيب كويس قوي. عارفين مين اللي جاء قال لي كلمتين دول؟ هو نفسه رقم 22. التصويب، ولكن اعتقد انه فقد كثير من قوته وتركيزه واتزانه، فخرج ضعيفه وسهله في ايد حارس المرمى. سد بيضه المباراه ويضغط على الفريق الايراني، بس لا يضح من هدف خطا. بص الاناقه، بص التمريره، بص الهدف الخامس يضيع. والسبب في الاخير تابعته في الناشئين، تابعته في الشباب، مشروع مهاجم رائع للمستقبل. حول وعبد العزيز عنوانه جو فور جول. تابعته في الناشئين، تابعته في الشباب، مشروع مهاجم. والجميل في جماهير، بل كان الثقه في امكانيات لاعبيهم كبيره، فكانت المؤازره. اللي قال لي كلمتين دول هو نفسه رقم سامسون ليونغ بيو احمد فرایدی و یاسر قحطانی و ماجد جام جهانی هم در همین ورزشگاه مقابل ما قرار گرفت. در بازی‌های انتخابی جام جهانی هم در همین ورزشگاه مقابل ما قرار گرفت. توپ رو از بدشانسی مسی ها، ادینیو بهترین بازیکنشون هم مصدوم شد در رقابت لیگ برتر. پشت محوطه جریمه حرکت خط هندی. بله اینجا لوکا بوناچیچ از وضعیت بازی مربی. یه بار دیگه موقعیت تییاگو، حالا قحطانی ضربه رو به کنار دروازه. مس برای اولین باره که در این مسابقات حاضره و خب بازیکن مس دارن در این مسابقات کسب تجربه میکنند. ورزشگاه رو به چه شکل برنگ آبی و سفید در آوردند. خود زوری میاره به محوطه جریمه، پاس کوتاه و دفع توپ از بازیکن مس. تصویر رو به اتفاق ببینیم. اینجاست که توپ به پای سامان صفا هم برخورد میکنه. یه کار قشنگ، شلهوب توپش رو میزنن بازیکن مس کرمان. فرزاد آشوبی بلند میفرسته. یه اشتباه سامره، بعد استفاده بود از این موقعیت سامره و توی دروازه. در رقابت جام حذفی و تیم زوبا هم بود در سال 82 که اونها موفق شدن. دقیقه 8 مسابقه، سوای قم 0 مس کرمان 0. بازی حساسیه. در یک چهارم جام حذفی یه فرصت، یه پاس پشت مدافعین اونجا زودتر. در این فصل 5 گل برای تیم سبا در رقابت لیگ برتر به ثمر رسونده. سید اما لطیفی رو صاحب توپ میکنه. دیگو بعد از 4 پاس کوتاه توپ لو میره در مرکز زمین. قربانی، دهنوی، حالا پاسای کوتاه از بازیکن مس. حسین خانی، امیر حسین فشنکی در محوطه جریمه. موقعیت خطرناک و این توپ که به کورنر میره. کورنر در سمت چپ برای خطر ایجاد کرد و مشتبه انصافی بود که این اول هست. کوتاه کار میکنن برای لطیفی، از همون منطقه ارسال میکنه توپ رو. ضربه سر از بازیکن تیم مس زده میشه. برگشت توپ برای قاسم دهنوی. اسدی این بار پاس قطری میفرسته به اون سمت. قبل از همه انصافی توپ رو برمیگردونه. مدافعی که دقیقه 54 آها میکنن توپ رو
یکی دو مدافع مصر نهایتاً انصافی توپ رو برمیگردونه. فرزانه، آشوبی، همه جای زمین مسابقه هفته بود در لیگ برتر نتیجه خوبی نمیگرفت و حتی خطر سقوط اونها رو تهدید میکرد، اما شاگردان آیبوناچیچ دو هفته پشت سر هم حریفان فخرالدینی حرکت رو به جلو برای فشنگچی، این طرف انصاری فرار کرده، فشنگچی تو پروتا نزدیکی محوطه جریمه پیش میبره اما ازش میگیرن این موقعیت رو آیبوناچیچ. انصاری فرار کرده، فشنگچی تو پروتا نزدیکی محوطه جریمه پیش میبره اما ازش میگیرن. باید توپ رو در دروازه بفرسته. فرزاد آشوبی با پای راست بلند هم این کار رو انجام میده، به توپ اثر میذاره. مشتبه انصافی در اون سمت، ارسال روی دروازه و یوسفی که به زمین مس. یک کنترل خوب از محمد رضایی، بازیکن با تکنیکیه، خطای اعلام نمیشه برای او. دهنوی برای انصافی، حرکت از امیر حسینی. سه تیم از لیگ برتر و یک تیم از لیگ از جام حذفی به لیگ خیری میتونه توپ رو ارسال کنه، یه پاس زیبا، فرصت برای بازیکنان که یک بار دیگه سف سف مساوی شدن. این هم پرویز مظلوم مشاهده فرمودید. ارسال تو، فرصت برای سپاهان و توپی که بر میگردونن، گل زنی کنه. این ضربه ایه که بدین شکل به سمت چارچوب در ابتدا روانه کرد، دفع ناقص وارد زمین مسابقه بشه و به وضعیت بنگر رسیدگی بکند. تیم ها نمیبینم، حسین پاپی یه ضربه زمینی و توپی که بر میگردونه عباس خط طولی و در نهایت توپ در اختیار عباس محمدی قرار میگیره. مشربا انصافی به اتفاق پیروز قربانی دو مدافع مرکزی تیم مس کرمان هستن. عادی میکنه امیر قلعه‌نویی از نتیجه به دست اومده بدون شک راضی است. مسعود زارعی حرکتی رو شروع میکنه، زارعی عقیلی در مقابل پیرو صاحب توپ میکنه، او بقب برای افتاده بود که باشه، اما در این بازی میبینیم که مظلومی از همون ابتدای کار زالترون و ادینهو رو در ترکیب خط حمله قرار داده. سیفی به دنبال توپ، مهم برگشتن میثم منیعی هست که بعد از مدت ها مظلومیت برگشته. اینجا هم We'll be right back.